برای وارد کردن تصاویرتون از دوربین چطور؟ شما این آیکون رو به محض اینکه بزنید، این گزینه ایمپورت فرام میاد که حالا میگه از کدوم یکی از این دوربین ها من تصاویری که دوست داری رو ایمپورت بکنم. قسمت بالا که آیسایت اصلا وبکم شماست که از وبکم میتونید کپچر بکنید، ولی عنوان پایینی همون آیفون من هست که این تصاویر رو باهاش فیلم برداری کردم. اینجا یه گزینه اتوماتیک داره که تمام این تصاویر رو خودش ایمپورت میکنه و همه اونها رو وارد میکنه. یه منوال داره که اونهایی که فقط شما چک شده باشن رو براتون ایمپورت میکنه. من اینجا میتونم آن چک آل رو بزنم و شروع کنم به دیدن این تصاویر. بگم خب مثلا من از این خوشم نمیاد، از این خوشم میاد، اینو برام ایمپورت بکن، یا مثلا از اینم خوشم میاد، اینم ایمپورت کن، از ممکنه این یکی هم خوشم بیاد. ببینم چطور هست. نه ممکنه نم دوست داشته باشم. حالا من ایمپورت چک رو میزنم و دقیقا این همون چیزی که اونجا داشتیم باز اینجا میبینید. من اپتیمایز ویدیو رو خاموش میکنم، میگه میخوای به امیر اضافه کنی یا یه ایونت جدید درست بکنی؟ من میگم به همون امیر اضافه کن. تو کجا میخوای ذخیره کنی؟ توی همون هوم و هارد اکسترنال هم ذخیره بکن. و یه نکته هم اینجا حالا اضافه تر هست، after import analyze for، وقتی که اینا رو ایمپورت کردم آنالیزشون بکنم یا بعدا خودت میخوای این کار رو انجام بدی، که من این گزینه رو همیشه خاموش میذارم. حالا شروع میکنه به ایمپورت کردن، دونه دونه اونها رو وارد میکنه. بعد دقیقا اینجا به من نشون میده که 3 تا کلیپ رو ایمپورت کرده و حالا دیگه زیرشون میزنه ایمپورتد و دیگه شما چک باکس نمیبینید زیرشون، به این معنا که خب ایمپورت شدن. اگر بازم دوست داشتید میتونید حالا فرضاً این یکی رو چک کنید، این یکی رو هم چک کنید و ایمپورت چک رو یه بار دیگه بزنید، دوباره باز به همین صورت. یک بار دیگه هم این اتفاق رو ببینیم و زمانی که دیگه شما کارتون تموم شد و مطمئن بودید چیز دیگه نیستش که بخواید ایمپورتش بکنید، میتونید دان رو بزنید که یعنی کارم تموم شد. تامنیل های اینجا رو اگه خواستید بزرگ کوچیک بکنید خیلی راحت از اینجا میتونید این کار رو انجام بدید. اگر خواستید همه اینها رو چک بکنید، چک آل رو میزنید، برعکسش آن چک آل همه رو براتون آف میکنه. خب من اینجا دیگه کار خاصی ندارم، برمیگردم به همین جا و الان میتونم این تصاویرم هم توی ایونتم ببینم. اگر دوربین دیجیتالی شما توی سیستم لود شد، مثل این فاین پیکسی که الان من اینجا دارم، ولی این دکمه دوربین رو زمانی که شما توی آی مووی زدید تو لیستش نیاورد چی؟ خب خیلی راحت عین همون کاری که موقع ایمپورت داشتید میتونید بیاید توی ایمپورت موویز، دوربین انتخاب بکنید، فیلم هایی که دوست دارید رو اینجا انتخاب بکنید و ایمپورت رو بزنید. دقیقا انگار از یه هارد دارید وارد میکنید. دوربین های خونگی توی این 3-4 سال گذشته همشون یا روی هارد تصاویر رو ذخیره میکردن یا روی فلش. به خاطر همین کار کردن باهاشون و ایمپورت کردن تصاویرشون خیلی راحته. اما اگر شما دوربینی دارید که روی تیپ ذخیره میکنه و حالا با فایر وایر یا با USB به سیستم وصل میشه، باز هم میتونید از این آیکون استفاده بکنید و خیلی شبیه همون چیزی که توی ایمپورت کردن تصاویر از آیفون دیدین، دقیقا اون تصویری که دوست داشتید رو شما میتونید دکمه کپچر رو بزنید و حالا بهش بگید که این تصاویر رو بر من توی کدوم ایونت بیار و حالا الاخر. خیلی خیلی چیز ساده هست. من متاسفانه اینجا دوربین قدیمی ندارم که بتونم نشون شما بدم. اما یه نکته در مورد دوربین های فایر وایر هست، معمولا پورتی که به دوربین شما وصل میشه یه همچین شکلی داره و این ور قضیه اون طرف کابل شما که به سیستم شما وصل میشه باید یه همچین حالتی داشته باشه، یه همچین شکلی داشته باشه. به این کابل ها میگم فایر وایر و اگر شما احیانا اسم IE 1194 یا آی لینک رو هم شنیدید باز همین هست.
از اونجایی که این عنوان فایروایر ثبت اپل بود، شرکت‌های دیگه مثل سونی و حالا بقیه شرکت‌ها مجبور شدن از اسم‌های تجاری دیگه استفاده بکنن، ولی در واقع همه اونها یک کابل هست. احتمال داره شما دوربینی که خریداری کردید همراه باش کابلی باشه که یه همچین حالتی داره و فایروایر 400. مک شما به احتمال بسیار بسیار زیاد فایروایر 800 هست پورتش که یه همچین شکلی داره. خب حالا چیکار باید کرد؟ اگر شما یه تبدیل خریداری بکنید که این فایروایر 400 رو به فایروایر 800 تبدیل میکنه، دیگه میتونید خیلی راحت از این کابل قدیمیتون هم استفاده بکنید و دیگه حالا به این صورت تصاویرتون رو وارد آی مووی بکنید.